گربه همراه با سلامتی و سعادت داشته باشید و امیدواریم که زودی زود به کمک الهی این ویروس کرونا هم از کره خاکی ما انشاءالله رخت بربندد و تمام مردم دنیا از شر این ویروس انشاءالله راحت بشن و انشاءالله که مواظب خودتون و خانواده های خودتون در امر این ویروس باشید. خب بحث ما در رابطه با چشم هست. چشم شامل دو قسمت هست، یک کره چشم، دو ساختمان های ضمیمه کره چشم. اما کره چشم در حقیقت به شکل یک توپ سلایه ای است. ببینید، توجه کنید، توپ سلایه ای است که در داخل این توپ به جای هوا یا باد یک سری عناصر به نام محتویات کره چشم قرار گرفته. نگاه کنید اینجا، این لایه آبی رنگ، لایه رنگ دانه عروقی که لایه میانی محسوب می شود و سه داخلی ترین لایه که لایه است زرد رنگ در این شکل که شبکیه نامیده می شود. اما لایه خارجی یا فیبروزی، لایه خارجی یا فیبروزی شامل دو قسمت هست، یک صلبیه یا اسکلرا یا سفیدی چشم که 5/6 خلفی لایه خارجی یا فیبروزی را می سازد. دو، کرنعا یا قرنیه که 1/6 قدامی لایه فیبروزی، 1/6 قدامی لایه فیبروزی را می سازد. اما میخوام در رابطه با در اسکلرا یا صلبیه سه دسته سوراخ وجود دارد. یک سوراخ خلفی که فرد هست، یکی هست، حالت خربال مانندی داره، یعنی سوراخه. از این سوراخ عصب اپتیک که از کره چشم خارج می شود. یک. دو، سوراخ های میانی که زوج هستند، یکی در سمت راست صلبیه، دیگری در سمت چپ صلبیه، بین سوراخ خلفی و حاشیه قرنیه قرار گرفته. حاشیه قرنیه یعنی جایی که صلبیه به قرنیه متصل شده است، قدامی ترین قسمت صلبیه. از این سوراخ ها چه عبور میکنند؟ از این سوراخ های میانی که این ور هست، که این ور هست، ونا ورتیکوزا یعنی وریت های مارپیچ عبور میکنه. سومین دسته سوراخ های صلبیه سوراخ های قدامی صلبیه است که در قدامی ترین قسمت صلبیه، یعنی در حاشیه قرنیه قرار دارد. از این سوراخ ها عروق مژگانی قدامی یا شریان های مژگانی قدامی وارد کره چشم میشن. صلبیه
دارای دو تا سطح هست، یکی سطح خارجی، نگاه کنید اینجا میشه سطح خارجی. خب این سطح خارجی توسط یک قشایی به نام نیام کره چشم پوشیده شده است. اما ببینید اینجا سطح داخلی صلبی است و سطح داخلی صلبیه توسط لایه‌ای یا ورقه‌ای از جنس بافت همبند که اینجا سفید نشون داده به ما، نگاه بکنید، به نام سوپرا کوری لامینا با سطح خارجی مشیمیه مجاورت داره. خب ایشون صلبیه یا سفیدی چشم ازم به حضور شما. اما ما اگر مدامی ترین قسمت صلبیه رو نگاه کنیم، یعنی جایی که صلبیه به قرنیه متصل شده، یعنی اینجا نگاه کنیم، اینجا رو اگه خوب نگاه کنیم یک مقطع دایره‌ای سفید رنگ شما میبینید. اون مقطع دایره‌ای سفید رنگ عنصری ساختمانی است به نام مجرای اشلیم یا سینوس وریدی صلبیه. خب این سینوس وریدی صلبیه چیکار میکنه؟ مایع زلالیه را جذب میکند و بعد وارد جریان خون وریدی میکنه و از نظر بالینی اهمیت بالایی داره که ما در بحث مایع زلالیه بهش اشاره خواهیم کرد. خب از این به حضور شما که کرنه ها یا قرنیه، ببینید کرنه ها یا قرنیه یک ششم قدامی لایه خارجی یا فیبروزی را گوید. کرنه ها یا قرنیه ساختمانیست یا پردهیست شفاف فاقد عروق و تعدب آن به سمت جلوس. ببینید تعدب آن به سمت جلوس، منتها این تعدب از فردی به فرد دیگر متفاوت است. قرنی از نظر بالینی دو تا نکته با اهمیت داره. یک، اولا گفتیم فاقد عروق هست، یعنی عروق لنفاوی ندارد، ساختمان دفاعی ندارد. هر عضوی که ساختمان دفاعی نداشته باشد پیوند زدنش از شخصی به شخص دیگر راحت است. پس قرنیه رو که پیوند میزنن یا در افرادی که مرگ مغزی شدن و خودشون اجازه دادن قرنیهاشون بر میدارن در بانک قرنیه نگهداری میکنن، بعد میان به شخص دیگر پیوند میزنن، خیلی راحت. یک، دو، استیگماتیسم، یعنی اگر انحنای قرنیه یکسان نباشد و نامنظم باشه، یک جا تعدبش بیشتر باشه یک جا کمتر باشه، در این صورت شخص میگه مبتلا به استیگمات میشود، مبتلا به استیگمات میشود. خب من خواهشم این است که دوستان خروج و ورود کمی داشته باشن، چون اینا رو برای پرینت میکنن و جمع زدن این دقایق دوستان خیلی مشکل هست. سعی کنم آمد از توی کلاس آنلاین دیگه نرم بیرون، نرم تو، چون بعد حضور غیابشون مشکل میشه از نظر حضور غیابا، این رو برای خود دوستان میگه. خب اما دومین لایه کره چشم، دومین لایه
کره چشم لایه رنگ دانه عروقی میگن، این لایه آبی رنگ ها نگاه کنید، این لایه رنگ دانه عروقی یا جسم مژگانی قرار گرفته است. اما اول ما میخوام در رابطه با کروئید یا مشیمیه صحبت کنیم. که کروئید یا مشیمیه، کروئید یا مشیمیه همونطور که شما در این شکل ملاحظه میکنید، پنج ششم خلفی لایه رنگ دانه عروقی رو میسازه. بنابراین جنسش از بافت همبندی است که دارای عروق فراوان است و حدود آن از سوراخ اپتیک، نگاه کنید از اینجا جایی که عصب اپتیک داره از سوربیه خارج میشه، تا سلیری بادی یعنی تا جسم مژگانی است، یعنی تا اینجا. خب این کروئید یا مشیمیه دو تا سطح داره، سطح خارجی که ببینید توسط سوپرا کروئید لامینا با سطح داخلی سلبیه مجاورت داره، سطح دیگری سطح داخلی است، یعنی نگاه کنید این سطح اینجا. خب اما این سطح داخلیش مجاورت داره با چی؟ با شبکیه چشم، با اون مقطع زرد رنگ، با شبکیه چشم مجاورت داره. ارزم به حضور شما که پس این شد کروئید یا مشیمیه. اما سلیری بادی، اینجا سلیری بادی هم مخته ای هست دیگه، سلیری بادی چون مخته ای که ما از کره چشم داریم هورایزونتال هست. خب این سلیری بادی هست، نگاه کنید شما در مخته هورایزونتال میبینید. حالا اگر ما بیان در مخته کلیش، هر وقتی که در کره چشم بدون مقطع وجود دارد نگاهش بکنیم، ببینید اینجاست، نگاه کنید این سیلیری بادی هست، جسم مژگانی، نگاه کنید در مقطع در کره چشم سطح دارد. یکی سطح خارجی، نگاه کنید همین که شما میبینید سطح خارجیه که مجاورت دارد با سلبیه، اما سطح داخلیش نگاه کنید اینجا، این سطح داخلیه، نگاه کنید سطح داخلی سلیری بادی، سطح داخلی سلیری بادی اولا مجاورت دارد با مایع زجاجیه، ثانیا این سطح داخلی شامل دو قسمت هست، نگاه کن اینجا، یکی قسمت قدامی که به آن تاج مژگانی میگویند. خب ببینید در تاج مژگانی دو تا عنصر قرار گرفته است، یک سری برآمدگی هایی که به آنها زواید مژگانی میگویند، سلیری پروسس، نگاه کنید اینا همش سلیری پروسس هست، این برآمدگی ها، دو دره های مژگانی یعنی فرو رفتگی هایی که بین زوائد مژگانی است. خب ازم به حضور شما از دره های مژگانی یک سری رباط هایی به نام رباط های آویزان کننده عدسی شروع میشه که میاد این رباط ها به سمت داخل، یعنی میاد به این طرف، نگاه کنید میچسبه به حاشیه قرنیه، شما در اینجا ملاحظه میکنید، نگاه کنید این رباط ها میاد میچسبه به حاشیه
قرنیه. نگاه کن اینجا، این همچنین مژگانی سطح داخلیشه تو مقطع، این زواید مژگانیست، این هم در رهای مژگانی، این هم رباط های آویزان کننده عدسیه. نگاه کنید، از در رهای مژگانی آمده به محیط عدسی چسبیده است. خب اما قسمت خلفی سطح داخلی جسم مژگانی، قسمت خلفی سطح داخلی جسم مژگانی، نگاه کنید این هست، صاف هست. نگاه کنید اینجا، صاف هست که این قسمت صاف به صورت یک حلقه‌ای می باشد که به آن مدور مژگانی است. نگاه کنید، به آن مدور مژگانی می گوید، صاف هست، حلقه‌ای صاف. عرضم به حضور شما که این هم سطح داخلی جسم مژگانی. اما ساختمان جسم مژگانی از چی ساخته شده؟ این ساختمانش چی است؟ یک، دو لایه بافت پوششی. دو لایه بافت پوششی که در حقیقت میاد سطح داخلی جسم مژگانی را میپوشاند، این همین سطح رو. خب این دو لایه بافت پوششی در حقیقت همان قسمت کور شبکیه است که به صورت دو لایه بافت پوششی سطح داخلی جسم مژگانی رو پوشونده. اما قسمت کور شبکه چی هست؟ اینو ما بعداً خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. دو، بافت همبند، یعنی زمینه سلیر بادی بافت همبند هست که سایر عناصر دیگه روش سوار هستن، روی این بافت همبند سوار هست. بسه عضلات. ببینید عضلاتی که ما در جسم مژگانی داریم، ببینید در این شکل شما اگر نگاه کنید به صورت یک رشته های قرمز رنگی، نگاه کنید اینجا، نگاه کنید این رشته، مثل این رشته های قرمز رنگی شما در این شکل میبینید. عضلات جسم مژگانی در حقیقت عضلاتی هستند که از خارج به داخل کشیده شدن، یعنی این جهتشون اینطوری هست، در حقیقت اینطوری که من نشون میدم. خب عصب این عضلات مژگانی که از نوع صاف هم هستن، پاراسمپاتیک زوج سوم مغزی است. کار چی است؟ سطح داخل خارجی جسم مژگانی رو میکشد به طرف سطح داخلی. یعنی چه؟ یعنی این که جسم مژگانی به طرف عدسی حرکت میکنه. خب در نتیجه ربات های آویزان کننده عدسی یعنی در حقیقت، شاید من بلند صحبت میکنم مقداری صدام به صدا اینطوری شده، الان بهتر شد؟ آسته تر صحبت کنم؟ خب یعنی چه؟ پس رباط های آویزان کننده عدسی شل می شود. خب وقتی شل شد چه اتفاقی می افته؟ عدسی از کشیدگی خارج می شود و بر تعدب عدسی افزوده می شود. خب این هم ساختمان جسم مژگانی. حالا بخواهم اعمال جسم مژگانی اعمال جسم مژگانی چی هست؟ ممنون که گفت. اعمال جسم مژگانی، چون من خیال میکنم که کلاس ما همون
70-80 نفر هست، اما نهار تو دانشگاه تهران هم که روی 100 خورده بدون بلندی صحبت میکردیم، این عادت شده. حالا من خیال میکنم سرکلاس 70-80 نفری هست. خب اما اعمال جسم مژگانی چی هست؟ یک، در تطابق عدسی نقش داره. یعنی چه؟ یعنی وقتی که عضله جسم مژگانی منقبض میشد و بادهای آویزان کننده عدسی شل بشن، بر تهدب عدسی افسوده میشود. خب یعنی چی؟ وقتی بر تهدب عدسی افزوده شد، یعنی در حقیقت عرضم به حضور شما که شکست نور قوی تری در عدسی رخ میدهد، پس در عمل تطابق شرکت. یک دومین کار که پس این در تطابق، دومین کارش نگه دارنده عدسی است. یعنی رباط های آویزان کننده عدسی از یک طرف چسبیده بود به دره های مژگانی، از طرف دیگر به محیط عدسی، پس عدسی رو در سر جای خودش نگاه میداره، پشت عنبیه نگاه میداره، پس نگه دارنده عدسی هم هست. سه، ترشح مایع زلالیه. مایع زلالیه از عروق یا مورک هایی که در جسم مژگانی هست ترشح میشه. وقتی ترشح شد میاد وارد اتاق خلفی چشم، این مایع زلالیه، بعد از طریق مردمک میاد وارد اتاق قدامی چشم میشه. خانم کاظمینی کجا رو باز کنم؟ کجا رو متوجه نشدی شما؟ خانم کاظمینی، خانم کاظمینی، کجا رو متوجه نشدی شما؟ بلنگوتون فعال کن خانم کاظمینی. کجا رو متوجه نشد؟ خب متوجه شده، خیلی. پس این شد اعمال جسم مژگانی. بعد از این ما میام روی آریس یا انبیه صحبت میکنیم. حالا این آریس یا انبیه رو شما اینجا مقطع هوریزنتالش رو میبینید. حالا ما میبینیم روی شکل اصلی آریس که در کره چشم وجود داره. خب حالا میبینید این آریس هست، بخته کلی آریس. پس آریس از نظر موقعیت در جلوی سلیری بادی هست. این سطح خلفی آریس هست که شما ببینید و این هم در حقیقت سطح قدامی آریس. پس در جلوی سلیری بادی، این هم سلیری بادی. در وسط آریس یک سوراخ وجود دارد به نام سوراخ مردمک. این سوراخ مردمک هست. سوراخ مردمک پس در وسط آریس قرار داره. در مقدار نوری که وارد کره چشم می شود کنترل دارد، یعنی مقدار نوری که وارد کره چشم می شود را کنترل می کند. قطر این مردمک از 1 تا 8 میلیمتر با
متغیر هست. خب در تاریکی بدن میگیم این مردمه که چشم گشاد میشه، در روشنایی یا هنگامی که شما نور مندازید مردمه که چشم ما تنگ میشود. خب آریس یا انبیه دارای چه ساختمان است؟ یک، بافت پوششی که سطح داخلی آریس را می پوشاند. نگاه کنید یعنی آریس دیگه سطح داخلیش دو لایه بافت پوششی است که در حقیقت این بافت پوششی در حقیقت همون بافت پوششی قسمت کور شبکیه است. یعنی قسمت کور شبکیه تبدیل به دو لایه بافت پوششی میشه که هم سطح داخلی جسم مژگانی رو میپوشونه و هم سطح داخلی آریس را میپوشونه. خب ازم به حضور شما که این یکی، دو، بافت همبند. بافت همبند در حقیقت استروما یا در حقیقت انبیه رو تشکیل میده و دو این دو پس بافت همبند و سه سلم ساختمانش عضلاتیست که ما در آریس داریم. دو نوع عضلاتی که در آریس هست از نوع صاف هست. خب دو نوع عضلات ما در آریس داریم از نظر شکل. یکی عضلات شعاعی، نگاه کنید حالت شعاعی داره به این صورت. خب این عضلات شعاعی باعث گشاد شدن مردمه که چشم میشوند و عصب آنها، یعنی عصب این عضلات شعاعی از رشته های در حقیقت، پس این عضلات شعاعی باید چیکار میکنه؟ مردمه که چشم رو گشاد میکنه و عصبش سمپاتیک هست. عضلات دیگر عضلات حلقوی هست، به صورت حلقوار در آریس قرار داره. کار چیه؟ مردمه که چشم را تنگ میکنه و عصبش در حقیقت پاراسمپاتیک زوج سوم مغزی هست. پس بنابراین وقتی که شما نور در چشم میندازید، اگر مردمه که چشم تنگ میشه اینجا در حقیقت پاراسمپاتیک تحریک میشه. در تاریکی سمپاتیک کار میکنه، مردمه که چشم رو گشاد میکنه. خب عرضم به حضور شما که آریس رو ما اگر نگاه کنیم، گفتیم از نظر موقعیت نگاه کنید اینجا بین عدسی و قرنیه قرار گرفته. بنابراین قسمت قدامی فضای کره چشم را به دو اتاق قدامی و خلفی تقسیم می کنند. اتاق قدامی همونطور که شما در این شکل ملاحظه می کنید، اتاق قدامی بین قرنیه و انبیه است. اتاق خلفی بین آریس یعنی انبیه و عدسی است. ماره زلالی اول میاد تو اتاق خلفی و خواهیم گفت از طریق سوراخ مردمک میاد وارد اتاق قدامی چشم میشه. عرضم به حضور شما مهمترین نکته‌ای که برای آریس مطرح است آریتیس
آریتیس یعنی التهاب عنبیه است. وقتی که عنبیه ملتهب بشود یکی باعث درد در عنبیه یا کره چشم میشه به عبارت کلی تر، دو شخص دچار فوتوفوبیا میشه یعنی ترس از نور داره، و سه تار شدن بینایی یعنی بیناییش کم میشه، و چهار مردم که چشمش هم تنگ خواهد شد. اینا علائم التهاب عنبیه هست یا آریتیس هست. خب اما سومین لایه کره چشم، سومین لایه کره چشم که به شبکیه یا رتینا میگوییم، این شبکیه دارای دو لایه خارجی و داخلی هست. لایه خارجی لایه رنگدانه است که این لایه رنگدانه میچسبه به سطح داخلی دوم لایه کره چشم، یعنی لایه رنگدانه گروه. لایه داخلی شبکیه لایه عصبی هست، لایه عصبی هست که مجاورت داره در سمت داخل با چی؟ با مایع زجاجیه. مایع داخلی شبکیه رو به دو قسمت تقسیم میکنند، قسمت بینایی شبکیه و قسمت کور شبکیه. اما قسمت بینایی شبکیه که بیشترین قسمت شبکیه رو میسازند از اپتیک دیسک یعنی از صفحه بینایی، یعنی از اینجا، از جایی که عصب بینایی میخواد از کره چشم خارج بشود، اپتیک دیسک ادامه داره تا کجا؟ تا قسمت خلفی سینه بادی. این میگه چی؟ قسمت بینایی شبکیه که در حقیقت همان آکسون های نورون های گانگلیونی که شبکیه است. اما قسمت کور شبکیه کجاست؟ جاییست که شبکیه تبدیل به دو لایه بافت پوششی می شود، یعنی خاصیت بینایی خودش از دست میده. این قسمت از قسمت خلفی جسم مژگانی شروع شده و تا آریس، یعنی تا انتهای آریس ادامه دارد. قسمت کور شبکیه به صورت دو لایه بافت پوششی در آمده است که سطح داخلی سلیری بادی و سطح داخلی آریس را می پوشاند. منتها در مرز بین قسمت کور شبکیه و قسمت بینایی شبکیه یک دایره دندانداری ایجاد می شود که به آن اورا سراتا میگوییم، یعنی دایره دندانه‌دار میگوییم. خب عرضم به حضور شما که حالا ما اگر خود شبکیه رو بیام در شکل کلیش نگاه کنیم، یعنی وقتی که به صورت یک کره در کاسه چشم هست، نگاه کنید این شبکی هست شکل کلیش. خب در نزدیکی
مرکز قسمت خلفی شبکیه، یعنی در اینجا یک لکه زرد دیده می شود که به آن اورا سراتا می گوییم. از می خواهم که به آن ماکولا لوتیت می گوییم، یعنی لکه زرد می گوییم. در وسط این لکه زرد ما، در وسط این لکه زرد ما یک فرو رفتگی داریم که به آن فلوسنترالیسم میگوییم. حالا این فلوسنترالیسم و این لکه زرد دارای حد اکثر حساسیت نسبت به نور هست. حالا ببینید در 6 میلیمتری سمت داخل این لکه زرد ناحیه‌ای به نام اپتیک دیسک وجود دارد، یعنی صفحه بینایی وجود دارد. خب این صفحه بینایی جایی است که رشته‌های عصب اپتیک که در حقیقت همان آکسون نورون‌های گانگلیونی که شبکیه هستند داره از شبکیه خارج میره میشود تا برود از دوم لایه و سپس از سلویه خارج بشه و عصب اپتیک رو روی هم رفته بسازن. ازم به حضور شما که بنابراین این هم در حقیقت شد شبکیه. حالا مهمترین نکته بالینی که برای شبکیه وجود دارد چیست؟ رتینا دی اتچمنت هست. یعنی چه رتینا دی اتچمنت؟ وقتی از که لایه رنگدانه‌ای شبکیه، یعنی لایه خارجی، از لایه داخلی شبکیه که لایه عصبی هست، اکسون نورون‌های گانگلیونی که شبکیه هست، در حقیقت جدا می شود. وقتی که جدا شد در بین این دو لایه مایع جمع میشه که این حالت رو بهش میگن رتینا دی اتچمنت. خب اما بعد از این ما وارد محتویات کره چشم میشه. محتویات کره چشم ما از خارج، ببخشید، از جلو به عقب، از جلو به عقب عبارت است از یک مایع زلالیه، دو عدسی لنز و سه مایع زجاجیه. خب عرضم به حضور شما که اما مایع زلالیه، مایع زلالیه گفتیم که از مورک های جسم مژگانی ترشح میشه میاد وارد اتاق خلفی چشم. خب بعد از طریق اتاق خلفی چشم میاد از طریق سوراخ مردمک وارد اتاق قدامی چشم میشه. خب این مایع زلالیه همراه با مایع زجاجیه مسئول ثابت نگاه داشتن فشار داخلی کره چشم
و شکل کره چشم، یعنی ابعاد کره چشم می باشد. حالا ببینید اگر مایع زلالیه ترشح شد، بعد این مایع زلالیه جذب بشه و وارد جریان خون بشود. از طریق چی؟ از طریق مجرای اشلم. یعنی این مجرای اشلم میاد مایع زلالیه رو جذب میکنه، وارد خون وریدی میکنه تا ترشحش بیش از حد باعث فشار به داخل کره چشم نشود. حالا اگر این مجرای اشلم ما مسدود بشه به هر علتی، خب مایع زلالیه جذب نمیشه و داخل کره چشم جمع میشه و فشار داخلی کره چشم رو بالا میبره، که اصطلاحاً به این بیماری گلوکوما یا آب سیاه میگویند. خب این گلوکوما چیکار میکنه؟ فشار میانه به ساختمانهای کره چشم، خصوصا شبکیه، و باعث دژنره شدن شبکیه میشه و باعث دژنره شدن شبکیه می شود. خب از آن به حضور شما که اما عنصر دیگری که جزء محتویات کره چشم هست، عدسی چشم هست. این عدسی، خب عدسی چشم یک ساختمان محدب و طرفه نیست که در عقب قرنیه و مردمک چشم قرار دارد. خب ساختمان عدسی از چی ساخته شده است؟ یک قشاع عدسی که عدسی رو مثل یک کیسه از خارج در بر گرفته است، یا کپسول عدسی چشم. دو، توی عدسی چی هست؟ چند عنصر هست. یعنی عدسی از این چند عنصر ساخته شده. یک، سلول های مکعبی شکلی که زوائد آنها به صورت دایره ای شکل در ضخامت عدسی دیده می شود. پس رشته های دایره ای شکل که زوائد سلول های مکعبی شکل عدسی هستند. خب این سلول های مکعبی شکل معمولا در قدام عدسی وجود دارد. دو، هسته عدسی که در مرکز عدسی هست. و سه، آب 65% عدسی رو آب تشکیل میده. و سه، پروتئین و در حقیقت پتاسیم که 35% عدسی رو در حقیقت میسازن. ارزم به حضور شما که عدسی فاقد عروق و اعصاب هست، بنابراین تغذیه عدسی هم توسط مایع زلالیه است. این ساختمان عدسی. خب خود عدسی رو گفتیم یک ساختمان محدب و طرفه نیست از نظر شکل، که در عقب قرنیه و مردمک هست. سطح قدامی عدسی همونطور که میبینید در عقب عنبیه و مردمک هست، سطح قدامیش. سطح خلفیش که محدبتر هست با مایع زجاجیه در تماس هست و در مایع زجاجیه ایجاد یک فرو رفتگی رو در حقیقت می کند. به محیط این عدسی هم رباط های آویزان کننده عدسی چسبیده است. و گفتیم و
وقتی که زباد مژگانی عضلاتش منقبض بشن، این ربات ها شل میشه، بر تعدد عدسی افزوده میشه. وقتی که منقبض نباشد، یعنی عضله مژگانی حالت کار نکنه عضلاتش، خب ربات ها کشیده میشن و عدسی هم از تعددش کاسته میشه. پس بنابراین عدسی در تطابق نور نقش زیادی داره. عرضم به حضور شما که اما نکات بالینی که ما برای عدسی داریم چیست؟ یکی کاتاراکت یا آب مروارید هست. خب عدسی خودش به خاطر وجود آب و مایعی که درونش هست شفاف هست. حالا اگر این مایع درون عدسی شفافیتش رو از دست بده، آب شفافیتش از دست بده، کدر بشه، در این حالت عدسی هم کدر میشه که بهش میگن کاتاراکت یا آب مروارید. کاتاراکت یا آب مروارید. خب کسی که کاتاراکت یا آب مروارید داره، پس بنابراین شخص از نظر بینایی تار میبینه محیط خودش رو، مهالود میبینه، چون عدسی ما در حقیقت کدر شده است. و در اینجا دیگه بایستی عدسی رو عوض کنن، یک عدسی مصنوعی به جای این عدسی بگذارن. عدسی هم انواع مختلفی داره، ساخت کشورهای مختلف هست، از آمریکا، چین، کره، احتمالا ایران. نوع خوب و بد داره بر این یک مسئله. دوم خاصیت عدسی حالت ارتجاعی بودن عدسی هست. یعنی شما اگر عدسی رو لمس بکنید با انگشتانتون فرو میره. میگه عدسی خاصیت ارتجاعی داره، پس هم شفاف هست هم حالت ارتجاعی داره. چرا شفاف؟ چرا خاصیت ارتجاعی داره؟ چون درونش آب هست، مایع هست. حالا اگر عدسی سفت شد، خاصیت ارتجاعیش از دست میده. در این صورت، در این صورت شخص مبتلا به پیر چشمی میشه. خب شخصی که مبتلا به پیر چشمی شد، دیگه نمیتونه دارای تطابق عدسی باشه، یعنی عدسی تطابقش رو از دست میده و در پیر چشمی که عدسی خاصیت ارتجاعش از دست داده و سفت شده، در نتیجه تطابق عدسی از بین میره و شخص دوربین میشه، یعنی جاهای دور رو میبینه اما در تطابق نزدیک دیدن دچار اشکال هست. اینو میگن چی؟ عارضه پیر چشمی. سومین مسئله ای که ممکن است برای عدسی پیش بیاد این است که درون مایع زلالیه یا زجاجیه جا به جا بشه. مثلا در گلوکوما یا آب سیاه مایع زلالیه خیلی بیش از حد تراوش بکنه، این مایع زلالیه فشار میاره به عدسی، عدسی رو میرانه به سمت مایع زجاجیه. در اینجا میگن جا به جایی خلفی اتفاق افتاده است. و اگر ترشح مایع زجاجیه زیاد بشه، مایع زجاجیه ممکن است عدسی رو به سمت جلو براند و جا به جایی قدامی اتفاق بیفتند. پس بنابراین این هم عدسی چشم. سلم ساختمانی که ما در
عرضم به حضور شما که کره چشم داری مایع زجاجی است که 4/5 خلفی فضای کره چشم را اشغال میکنه، یعنی اینجا رو نگاه کنید. پس بیشتر محتویات کره چشم مایع زجاجی است. این مایع ژله‌مانند و شفاف که توسط سلول های شبکیه ساخته شده و فاقد عروق و اعصاب هست، بنابراین تغذیه آن باز توسط مایع زلالیه است. خب زجاجی هم همراه با زلالیه در ثابت نگاه داشتن فشار داخلی چشم و شکل کره چشم نقش دارد. قسمت محیطی زجاجیه یعنی این قسمت ها زخیم میشه و برای ما ایجاد یک پردهی به نام پرده هیالوئید درام میکنند که این پرده هیالوئید به شبکیه چشم میچسب. خب اما اینا شد کره چشم. پس محتویات کره چشم رو گفتیم، لایه های کره چشم رو هم گفتیم، اما بحث بعدی ما زمایم کره چشم است، یعنی ساختمان هایی که به کره چشم وصل شدن. این ساختمان ها عبارتن است: یک، عضلات کره چشم، دو، پلک ها، سه، نیام ها، 4، دستگاه اشکی، 5، عروق و 6، اعصاب. اما عضلات کره چشم، خب ببینید عضلات کره چشم رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی عضلات اینترنسیک و دیگری عضلات اکسترنسیک. عضلات اینترنسیک یعنی عضلاتی هستن که توی خود کره چشم هست، هر دو سرشون در کره چشم هست که گفتیم، مثل عضلاتی که در جسم مژگانی است، عضلاتی که در آریس هست، اینا عضلات اینترنسیک برای کره چشم هست. اما عضلات اکسترنسیک، عضلات اکسترنسیک ما 7 عضله هستند که یک سرشون روی کره چشم اما سر دیگرشون خارج از کره چشم هستند. این عضلات عبارتند از، شامل 7 عضله است: 1، عضله بالا برنده پلک فوقانی، 1، عضله بالا برنده پلک فوقانی، 2، 4 عضله رکتوس خارجی، رکتوس داخلی، رکتوس فوقانی و رکتوس تحتانی. این هم رکتوس تحتانی. پس 4 به علاوه 1 از 5 دو تا عضله دیگه مونده. عضلات مایل، یکی عضله مایل تحتانی که شما در اینجا ملاحظه میکنید و دیگری عضله مایل فوقانی که در اینجا ملاحظه میکنید. پس شد 7 عضله. اما عضله بالا برنده پلک فوقانی، این عضله هست. ببینید در اینجا کاملا در زیر سقف کاسه چشم است. کاملا در زیر سقف کاسه چشم است. یعنی ببینید اینجا
شما اگر سقف کاسه چشم رو بردارید، صفحه افقی استخوان فرانتال رو بردارید، اولین عضلاتی که میبینید در زیر سقف همین عضله بالا برده پلک فوقان است. اوریجین این عضل از کجاست؟ از عقب سقف کاسه چشم. یعنی از سطح تحتانی بال کوچک استخوان اسفنوئید. از این مبدا الیاف عضلانی در زیر سقف کاسه چشم میاد به سمت جلو، تبدیل به یک نیام می شود. این قسمت سفید رنگ نگاه کنی همون نیام هست. این نیام به کجا متصل میشه؟ به ترس فوقانی. ترس فوقانی چی هست؟ یک ساختمان فیبروزیست در زخامت پلک فوقانی. به پوست پلک فوقانی و به رباط های پلکی داخلی و خارجی. حالا این عضله بالا برنده پلک فوقانی مقدار قسمت اعظمش الیاف عضلانی مخطط هست، اما مقداری الیاف عضلانی صاف هم در سطح تحتانی خودش دارد. پس بنابراین عصبگیری این عضله از دو جا هست: الیاف مخطط از عصب اوکولوموتور عصب میگیرند، اما الیاف عضلانی صاف از سمپاتیک عصب میگیرن. کار چی هست؟ آنتاگونیست عضله اوربیکولاریس اوکولی هست. عضله اوربیکولاریس اوکولی که جزء عضلات صورت بود چیکار میکرد؟ پلک ها رو روی هم قرار میداد، یعنی چشم بسته میشد. خب عضله بالا برنده پلک فوقانی لاتر پالپبرا سوپریور چیکار میکنه؟ پلک فوقانی رو میبره به سمت بالا تا چشم باز بشود. خب ارزم به حضور شما که اگر این عضله فلج بشود چه اتفاقی میفته؟ فلج بشود یا اعصابش تحت فشار بشه یا اعصابش قطع بشه، چه سمپاتیک چه عصب زوج سوم، یک عارضه ایجاد بکنه به نام بلا فاروپتوزیس. بلا فاروپتوزیس یعنی افتادگی پلک فوقانی. چون بعضی از افراد رو میبینید که پلک فوقانیش افتاده به سمت پایین، یعنی چشمش تقریبا باز نیست. این بلا فاروپتوزیس است، علت ضعف یا فلج عضله بالا برنده پلک فوقانی. اما عضلات رکتوس، عضلات رکتوس چهار عضله هستند. نگاه کنید، رکتوس فوقانی در زیر عضله بالا برنده پلک فوقانی، رکتوس خارجی در جدار خارجی کاسه چشم، رکتوس داخلی در جدار داخلی کاسه چشم، رکتوس تحتانی در جدار تحتانی کاسه چشم. اوریجن این عضله از کجا؟ این چهار عضله از کجاست؟ اوریجن عضلات رکتوس از کجاست؟ از حلقه تندونی که در اطراف سوراخ اپتیک است. نگاه کن این حلقه تندونی در اطراف سوراخ اپتیک. سوراخ اپتیک کجاست؟ در ته کاسه چشم. حالا از این حلقه تندونی عضلات رکتوس مبدا میگیرن، به این صورت که رکتوس فوقانی از قسمت فوقانی حلقه، رکتوس تحتانی از قسمت تحتانی حلقه، رکتوس خارجی از قسمت خارجی حلقه و رکتوس داخلی که اون طرف هست از قسمت داخلی حلقه مبدا میگیره. عضلات رکتوس سپس در مجاورت جدار کاسه چشمی هم نام
به سمت جلو طی مسیر میکنن و در انتها نگاه کنید تبدیل به یک نیام میشن که این نیام به سطح خارجی صلبیه درست در عقب حاشیه قرنیه متصل میشود. حاشیه قرنیه گفتیم جاییست که صلبیه به قرنیه متصل شد. عصب عضلات رکتوس چیست؟ عضله رکتوس خارجی که این باشه، عصبش در حقیقت عصب زوج ششم مغزی است، یعنی عصب ابدوسنت هست. اما سه عضله دیگر عصبشون چیست؟ عصب اوکولوموتور، یعنی زوج سوم مغزی است. عمل این عضلات چی هست؟ عضله رکتوس فوقانی کره چشم را به سمت بالا و داخل میبرد و آن را به طرف داخل میچرخاند. عضله رکتوس خارج تحتانی این است، کره چشم را به سمت پایین و داخل میبرد و به سمت خارج میچرخاند. رکتوس خارجی کره چشم را میبره به سمت خارج، حرکت میدهد به سمت خارج، و رکتوس داخلی هم کره چشم را به سمت داخل، یعنی به سمت بینی حرکت میدهد. اما ببینید از نکات مهم بالینی که برای عضلات رکتوس ما داریم استرابیسم هست. استرابیسم داخلی، استرابیسم خارجی است. خب استرابیسم در حقیقت ببینید اگر عضله رکتوس خارجی در حقیقت صدمه ببینه، خب یعنی به عبارت دیگر چی میشه؟ یعنی عصب ابدوسنت در حقیقت چی میشه؟ تحت فشار قرار بگیره. در نتیجه عضله رکتوس خارجی ما فلج میشه یا ممکن است ضعف داشته باشه به هر علت. در این حالت چه اتفاقی میفته؟ عضله رکتوس داخلی از این ضعف عضله رکتوس خارجی سوء استفاده میکنه، کره چشم رو تا میتونه به سمت داخل حرکت میده، به سمت بینی. اینو بهش میگن استرابیسم داخلی. خب شخص داره با شما صحبت میکنه، توقع دارید که به طرف شما نگاه بکنه موقع صحبت کردن شما، اما بعد احساس میکنه کره چشمش مثلا به سمت داخل هست، یعنی به سمت شما نگاه نمی کنه. خب این استرابیسم داخلی داره. اگر عضله رکتوس داخلی ما فلج بشه، یا یعنی عصبش به هر علتی تحت فشار قرار بگیره یا ضعف داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ عضله رکتوس خارجی از این ضعف سوء استفاده میکنه تا میتونه کره چشم رو میاره به سمت خارج، داره با شما صحبت میکنه، توقع داره به شما نگاه بکنه، اما میبینید اون رو نگاه میکنه. همین استرابیسم خارجی است. معمولا در بچه هم که تازه به دنیا میان ممکن است به دلیل ضعف این عضلات شخص دچار یکی از این استرابیسم ها باشن. این بچه خب میبری پیش دکتر، اونا میگن آقا ضعف هست، ضعف عضله است، صبر کنید تا بچه بزرگ بشود این حالتش ممکن است بین برود. منتها دیگه اگه از بین نرود بایستی عمل جراحی انجام بدید. خب عزم بزرگ شما که اما دو تا عضله دیگر ما داریم، عضله مایل داخلی، از میخوام مایل فوقانی و مایل تحتانی. مایل تحتانی نگاه کنید اینجا در زیر کره چشم هست. اوریجین این عضله از کجاست؟ از سطح فوقانی تنه استخوان ماگزیلا. یعنی چه؟ یعنی از کف کاسه چه؟
چشم. از این مبدا ببینید الیاف عزلانی میاد به سمت بالا و خارج، آمد به سمت بالا و خارج. بعد ببینید اینجا از بین عضله رکتوس خارجی و کره چشم داره عبور میکنه، عبور کرد میچسبه به اینجا، میچسبه به سطح خارجی سلبیه درست بین عضله رکتوس خارجی و رکتوس فوقانی، درست اینجا میچسبه. خب عرضم به حضور شما که عمل این عضله چی هست؟ کره چشم را به سمت بالا و خارج میبرد و به طرف خارج میچرخاند. پس بالا و خارج میبره کره چشم را، به سمت خارج هم میچرخاند. عصبش هم عصب اوکولوموتور هست. اما عضله رکتوس از میخوام عضله مایل فوقانی کجاست؟ عضله مایل فوقانی، این عضله مایل فوقانی هست. نگاه کنید در جدار داخلی کاسه چشم در بالای عضله رکتوس داخلی است. اوریجین این عضله از کجاست؟ نگاه کنید اوریجین از خلفی ترین قسمت سطح داخلی اوربیت یا کاسه چشم است. از این مبدا الیاف عضلانی اونجا کجاست؟ تنه استخوان اسفینوید است. پس اوریجنش از قسمت خلفی سطح داخلی یا جدار داخلی کاسه چشم، از تنه استخوان اسفینوید است. از این مبدا ببینید الیاف عضلانی در جدار داخلی کاسه چشم میان به سمت جلو تا برسد به زاویه فوقانی داخلی کاسه چشم، در اونجا تبدیل به یک تاندون می شود که این تاندون از غرغره‌ای که در زاویه فوقانی داخلی کاسه چشم قرار داره عبور می کنه و بعد این تاندون میاد به سمت عقب و خارج، متصل می شود به سطح خارجی سلبیه. شما می بینید اونجا سطح خارجی سلبیه رو می بینید بین عضله رکتوس فوقانی و رکتوس خارجی، یعنی میاد اینجا می چسبه. نگاه کن اینجا بین عضله رکتوس فوقانی و رکتوس خارجی متصل می شود. عصب چی هست؟ عصب زوج چهارم مغزی، یعنی عصب تروکلار. عملش چی هست؟ کره چشم را به سمت پایین به خارج میبرد و به طرف داخل میچرخاند. خب حالا ببینید اگر عضله مایل فوقانی ما ضعیف بود یا فلج شد، یعنی چی؟ یعنی عصبش تا عصبش رای دوبینی میشه. دوبینی یعنی یک چیزی مثلا انگشت رو بیاری جلوی چشم این فرد، به جای یک انگشت دو تا انگشت میبینه، به جای یک استکان دو تا استکان میبینه. این حالت رو بابش میگیم چی؟ دوبینی. خب ما قرار ما تا ساعت زارن دوازدانیم بود، دوستان اگر دارن ما به خدمت دوستان هستیم که به هر حال اگر اشکالی هست برطرف بکنیم، جایی اگر احتیاج به توضیح بیشتر دارد توضیح بیشتر بدیم، در خدمت دوستان هستیم. اگر سوالی، اگر اشکالی هم باز میبینید که ما میتوانیم برطرف بکنیم، باز هم در خدمت دوستان هستیم. میتونن در قسمت چپ بنویسن اگر
رفرنسی که دوستان مطرح میکنن. من خدمت آقای رفیعی یا آقای رفیع نژاد هم گفتم ببینید شما میتونید هر جایی مطلب رو بخونید، اما اگر بخواید خیلی جمع جور داشته باشید این مطالب ما رو، رفرنس ما رو، که البته این کتاب رفرنس علوم هایم هست، همون کتاب آناتومی بالینی سر و گردن که بعضی از دوستان هم ممکنه داشته باشن، یه جلد سبزنگی داره نوشته خود من هست، اونجا گوش و چشم همراه با نکات بالینی و کامل توضیح داده شده، یعنی به هر حال کاملتر شد کتاب های دیگری باشه. به هر حال این کتاب هم خود جزو رفرنس هست، دوستان میتونن تهیه بکنن اگر خواستن. البته شما گفتن که مجاورت کروئید، ببینید سطح خارجی کروئید، ببینید اگر شما ببینید کروئید، من این شکل رو الان نگاه کنید، شما عرضم به حضور شما این مقطع کروئید رو توجه بفرمایید اینجا، من این مقداری هم بزرگتر بکنم. این کروئید رو اگر نگاه بکنید ببینید سطح خارجیش اینجاست، سطح خارجیش اگر نگاه کنید بین سطح خارجی کروئید و سطح داخلی صلبیه یک نوار سفید رنگی هست، اون نوار سفید رنگ یک ورقه ای هست به نام سوپرا کروئید لامینا، یعنی ورقه‌ای که در بالای کروئید هست که از جنس بافت همبند هست. این هم از این. خب عرضم به حضور بماره شما، ببینید دو بینی یعنی یک چیزی رو مضاعف دیدن، یک چیزی رو دوتا دیدن. شما گفتم یک استکان رو میارید دوره شخصی که دو بینی داره، یعنی عضله مایل فوقانیش فلج هست، به جای یک استکان دو استکان میبینه، به جای خودکار دو تا خودکار میبینه، اینو میگن دو بینی. خب ما کروئید هم گفتیم سطح خارجیش دیگه، پس سطح خارجی کروئید توسط سوپرا کروئید لامینا مجاورت دارد با سطح داخلی صلبیه.